تا سال 1967 شرکت در دو ماراتون بوستون برای زنان آمریکایی ممنوع بود و علت آن این بود که فکر می‌کردند زنان توانایی دویدن مسافت زیاد رو ندارند. اما زنی به نام کاترین سویتزر زمانی که فقط 20 سال داشت بدون اینکه اسم اول خودش رو بنویسه در دو ماراتون نام نویسی می‌کنه تا جنسیتش پنهان بمونه. تا اینکه در اواسط مسابقه یکی از مسئولان برگزاری متوجه زن بودن اون میشه. اول سعی میکنه شمارش رو بکنه و بعد دستش رو میکشه تا اون رو از مسابقه بیرون کنه. نامزد کاترین که همراهش بوده با تنه زدن به اون فرد اون رو از مسابقه بیرون میکنه. در مسیر مسابقه حال کاترین کمی بد میشه. نامزدش ازش درخواست میکنه که کمی استراحت کنه. اما کاترین میگه من حتی اگر روی دستم یا زانوم همراه برم باز این مسابقه رو تموم میکنم که نگن چون زن بود نتونست تموم کنه. و بالاخره تا پایان مسابقه تلاش خودش رو ادامه میده و به خط پایان میرسه. تلاش کاترین باعث نشد همون فردا قانون 70 ساله عوض بشه، اما باعث شد با آگاهی مردم 5 سال بعد این قانون از بین بره. او در سال 1975 در دو ماراتون بوستون دوم میشه و در سال 1974 با زمان 3 ساعت و 17 دقیقه در دو ماراتون نیویورک اول میشه و الان اسم کاترین سویتزر در تالار مشاهیر دوندگان دو ماراتون ثبت شده.